سلام، وقت شما بخیر. به برنامه تندرستی با من محمد نظیری از تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. در این برنامه روی تاثیر مریضی شکر بالای چشم صحبت میکنیم که مهمان من در این برنامه محترم دکتر عبدالحکیم شهیم، متخصص امراض جراحی چشم و آمر دپارتمنت چشم شفاخانه ولایتی تخار است. جناب دکتر، سپاس از اینکه در برنامه حضور یافتید. خیلی سپاسگزار هستیم از شما. بسیار تشکر. خواهش. سلامت باشین. دکتر صاحب محترم، در آغاز برنامه میشه که یک تعریف مشخصی از دیابت یا مریضی شکر داشته باشیم که مریضی شکر چه تأثیری بالای چشم یک شخص می داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از برنامه خوب شما. از آن جایی که مریضی شکر یک مریضی بسیار معمول است و همچنان در اجتماع ما شما رو به تزاید است، خوب است که همه بیننده های عزیز در مورد بیماری شکر بدانه و از همه مهمتری که چه عوارض خراب و چه عوارض خطرناک که باعث نابینایی فرد میشه بالای چشم داره میشه صحبت کنیم. خود شکر یا بیماری شکر یک بیماری مزمن است، یعنی بیماری نیست که دفتن به وجود بیه. این بیماری است که بسیار مدت طولانی با انسان ها میباشه. یک بیماری مزمن است که در بیماری معمولا قند خون بیشتر می باشه، بیشتر از 125 میلی گرم بر دیسی لیتر. خود بیماری شکر سه شکل داره. یک شکل تایپ یک میگن، تایپ دو و شکل سوم شه به نام بیماری شکر که همراه با حاملگی باشه. در تایپ یکش بیماری شکر یک غده داریم در بدن به نام غده پانکراس یاد میشه که وظیفه ازی تولید هورمون انسولین و همچنین یک هورمون دیگه به نام گلوکاگون است. وقتی که همی غده پانکراس در بدن ما هورمون انسولین تولید میکنه، هورمون انسولین میره در تمام حجرات بدن، همی قند خون میگیره داخل حجرات میکنه، یعنی حجرات در موجودیت انسولین میتونه از قند خون استفاده کنه. هرگاه اگر در وجود ما شما همی انسولین تولید نشوه، باعث ازی میشه که حجرات بدن ما شما قند خون استفاده کرده نتونه، به خاطر قند خون یعنی قند یعنی گلوکوز سویج در داخل خون ما بلند میره. به این شکر دیابت تایپ یک میگه که این معمولا در افراد زیر سن 15 سال به وجود میه. به خاطر یک نام دیگه ازی به نام شکر نوجوانی و یا به نام انسولین دیپندنت دیابتس ملیتوس یاد میکنه که چون بدن انسولین تولید کرده نمیتونه، به او خاطر حتما باید مریض به خاطر ازی که قند خونش نرمال شوه و وجودش بتونه از قندی که در خونش هست استفاده کنه، باید انسولین از طریق زرقی از بیرون میگیره. شکل دیگه ازی امی خود غده پانکراس ما هورمون انسولین تولید میکنه به تمام قسمتایی که خون است، در جریان خون انسولین میره، اما وجود ما و شما حجرات بدن ما و شما با مقابل نیم انسولین حساسیت نشان نمیده، به او خاطر از انسولین درست استفاده کرده نمیتونه، به او خاطر در نهایت وجود از انسولین استفاده کرده نمیتونه که به نام دیابت تایپ 2 یاد میکنه که زیادتر در افراد که سنش بلندتر از 30 سال باشه به وجود میاد. و یک نوع سیومش که است، مثلا خانم قبلا هیچ اعراض علائم شکر نداشته و قند خونش بلند نیست، اما وقتی که خانم حمل میگیره همراه با حملش این مرض شکر پیدا میکنه که ایره به نام دیابت یا مرض شکری که همراه با بارداری باشه. بله، تشکر. بیاین در مورد اعراض و علائم تاثیر بیماری شکر بالای چشم هم صحبت بکنیم که کدام اعراض و علائم یک شخص میداشته باشه که بعد او به نزد یک پزشک مراجعه بکنه. بسیار خوب. در مجموع خود شکر سه پایه داره، یعنی سه شکایت وقتی که پیش یک نفر پیدا میشه حتما خدا باید یک بار چک کنه که ببینه من شکر دارم یا ندارم. اول کسی که مریضی شکر داشته باشه اشتهای بسیار زیاد می داشته باشه، هر قدر که غذا می خورن مثلا یک غوری دو غوری پلاو می خورن احساس سیری نمی کنن، به این میگن پولفاژیا. دومی که مریضی شکر احساس تشنگی بسیار زیاد می داشته باشه، هر قدر که آب می خوره تشنگیشون رفع نمیشه. و سومین علامه مریضی شکری است که این مریضا به صورت مکرر طرف تشناب کردن مخصوص فعل تبول میرون. یعنی اگر از این مریضا که پرسان کنی، یعنی یک شخص نرمال وقتی که شب خواب میخوابه تا صبح شاید یک بار طرف تشناب بره، اما مریضای شکر که متکرر مثلا 3 دفعه 4 دفعه نظر به سویه شکرشون، اگر قدر سویه شکر بلندتر باشه طرف بیرون رفت تشناب مخصوص به خاطر ادرار کردن زیاد میرون. با خود هر گاهی نمی سه پایه، اگر اشتیاشون زیاد بود، اگر تشنگیشون زیاد بود و اگر از طرف شو زیاد طرف ادرار کردن میرن، حتما یا برون یک بار خونشون را چک کنن، امرو با یک متخصص داخل صحبت کنن که بیماری شکر مصاب نشده باشن. هرگاه اگر یک نفر
مریضی شکر نزش تثبیت شده باشه، مثلا 10 سال 15 سال شکر داشته باشه، ما چی وقت بفهمیم که این شکر بالای چشما از تاثیر کرده؟ خود چشم ساختمانای با وجودی که خودش یک ارگان بسیار کوچک است، اما ساختمانای ریز و پیچیده زیاد داره که در تمام قسمت‌های از این شکر تاثیر میکنه. از قسمت پیشروی چشم که به نام قرنیات میکنه که شکر تاثیر میکنه، تا به خلف چشم یا آخری چشم که شبکیه میکنه. اگه یک نفر قسمت پیشروی چشم قرنیه شکر داره و شکر بالا از این مساب شده شده، این رو به نام نیروترافیک کراتایتس میگه. یعنی مریض چشمش مخصوص این شیشی چشمش زخم میشه، اما چون این حسیت نداره که بفهمه، به خاطر امی زخم چشم که کراتیت میگیم پیشرفت میکنه. در این حالت مریض طرف روشنی سعی کرده نمیتونه، چشمش آبریزی میداشته باشه، در نهایت بسیار نارام میباشه. اگر این بزرگترین فرصت تداوی نشه، جنجالای بدیره که بار میاره که بنامه هایپوپیونیک کورنیال السر و در نهایت باعث اندوفتالمی تو جنجالای خطرناکتر شد. بله. دوم، اگر شکر بالای ساختمان دوم که بنامه آیرس یاد میکنه یا حدقه که در نزد افراد نرمال بسیار خوب به مقابل چراغ عکس العمل نشان میده، خورده کلان میشه، اما کسایی که بیماری شکر داشته باشن نمی عکس العمل نزد ازیا ضعیف میباشن و یک مریضی را به نام گلوکوما یاد میکنه یا بیماری سیا و یک شکلش به نام نیو واسکولار گلوکوما میگه در نزد اشخاص وجود نه. و ساختمان بعدیش که به نام لنز چشم یاد میکنه که در افراد نرمال معمولا این لنز شفاف میباشه، هرگاه اگر امی مقدر شود که بیماری را به نام پرده چشم یا کاتاراکت یاد میکنه که در نزد اشخاص مریضی شکر، نظر به اشخاص نرمال بیماری شکر بسیار زود تحسس میکنه و سیر بسیار شدید میداشته باشه. و هرگاه اگر این مریض ما کاندید به عملیات بکنیم، چون قبلا که ما به شما ذکر کرده بودم خود عدقه مریضی شکر به مقابل نور درست عکس العمل نشان نمیده و همچنان یک تعداد قطره هایی که ما به خاطر عملیات که خوب سعی عدقه اش کلان شوه و مساعد برای عملیات باشه یا به عملیات زیاد مساعد نمی باشن، معمولا عملیات های ازی اوقدر قناعت بخش برای دکتر چشم نمی باشه، چون عدقه ازی درست کلان نمی باشه. و پشت سر تر که برای این بساختمان به نام ویتریاس یا مایع زجاجیه میگه که در اشخاصی که دیابتیک داشته باشن یک تعداد کدورتای پیدا میشه و یک تعداد خونریزی های در خود ویتریاس پیدا میشه که معمولا مریض یک نفر احساس میکنه که پیشروی چشمش میبینه که یک پشه ای طرف و طرف خیزک میزنه یا به شکل یک تار رشته های تار معلوم میشه که به نام فلوتر یاد میکنه که حتما باید یک معاینه پیش دکتر چشم شود. و هرگاه اگر شکر در قسمت خلفی چشم که به نام ریتینا یا شبکه چشم میگه اگر تاثیر کرده باشه که بازو چند مرحله داره که ما تحت عنوان دیابتیک ریتینوپاتی هم رویتون صحبت میکنم، یک شکلش از هرگاه اگر در امی بیمارای شکر اوی جدیده یعنی نیو واسکولاریزیشن ایجاد شده باشه و همچنان از این نیوواسکولاریزیشن که خونریزی در پشت چشم شده باشه، معمولا مریضای شکر دید مرکزیشان خراب می باشه. مثلا ما وقتی طرف شما سعی میکنم اطراف بسیار خوب روشن میبینم، اما چهره خودت بسیار خراب میبینم. این مریضای شکر مثلا در خواندن خط بسیار مشکل می داشته باشن و یک موضوع دیگه ای که یا انستیبل رفرکشن می داشته باشه، یعنی خطای انکساری ناثابت می داشته باشن. مثلا یک بیمار شکر میره پیش دکتر چشم معاینه میکنه، نمره چشمش بسیار خوب منظم روشن می باشه، اما صبحش میبینه که با همین آینه که دکتر سب توصیه کرده روشن نیست، خیره میبینه. با او خاطر مریضای شکر از دکتر چشم بسیار شکایت می داشته باشه، از آینکش راضی نیست، میگه چندین آینک من گرفتم اما مفید واقع نشد. علت چی است که مریضای شکر امی سوی قند خونش به یک حالت نمی باشه؟ مثلا وقتی که معاینه کرده بسیار سوی قند خون بلند بوده، به او خاطر خود لنز چشم که امو زخامتش بیشتر میشه و به طرف مایوپیا میره. اگر قند خون نرمال باشه اما خود لنز چشم زخامتش کمتر می باشه و چشماش هایپرمتروپیک می باشه، بهترین طریقه و توصیه برای متخصصین چشم امی است که اول قند خون مریض چک کنن، ایوگلایسیمیا شوه، بعد از او عینک برشون توصیه کنن. تشکر دکتر صاحب. جدا از اینکه مریضی دیابت یا شکر بالای چشم یک انسان تاثیر داره، بالای کدام اعضای بدن انسان به غیر از چشم تاثیرات خود داره؟ ما تارگت ارگان یا اعضای هدف یاد میکنن که بیماری شکر چند عضو خاص است که بالای از او بسیار تاثیرات داره، از جمله یکش چشم بود. بالای گرده ها بسیار تاثیر داره، بالای سیستم قلبی و یعنی قلب و جمع رگای خون که باعث شکایت های مثل بلند رفتن فشار خون نزد ازیا پیدا میشه و همچنان سکته های مغزی نزد ازیا پیدا میشه، همچنان بالای سیستم عصبی ما و شما، مخصوص بالای سیستم عصبی محیطی
تاثیر داره که مریضای شکر زیاد سوزنک زدن و بی‌حسی در پا پیدا میشه، به خاطر چون زیادتر امی بی‌حسی در اطراف مخصوص در دست و پا و بیشتر در پا پیدا میشه، به خاطر به مریضای شکر توصیه میشه که همیشه یا باید بود بپوشه و جراب بپوشه، با پایلچ نگردن، از خاطر که با پای برهنه وقتی که میگردن ممکن است که یک سوزن چیزی در پایشان بخله، چون مریضی شکر حس نداره یعنی حس کم حس میباشه، از این موضوع کم آگاه است که در پای ما یک چیزی خورده باعث ایجاد زخم شده، اکثرا به خاطر توجه نمیکنه این زخم ها پیشرفت میکنه که زخم ها عواقب خطرناکتر داره که مجبور است در نهایت باعث قطع موضوع بشه. به خود به بیمار شکر توصیه میشه که همیشه مراقب پاهای خودش باشن، مراقب زخم های پاهای خود، به خاطر جراب بپوشن با بوتایی که مخصوص به مریض شکر هم فعلا وجود داره از او استفاده کنن. تشکر دکتر صاحب. در قسمت یکی بگوین که کدام سنین و مریضی شکر مبتلا میشه، یعنی در کدام سن و سال؟ آیا طفلا هم شاملی کاتگوری میشن؟ بله، من قبلا اشاره کردم که شکر سه نوع است. نوع یکش زیر سن 15 سال میباشه که در نوجوان آیت میکنن که دیابت تایپ یک، و نوع دومش که است از سن 30 به بالا که دیابت تایپ دو میگه، که در دیابت تایپ دو یکی از فاکتورایش هم فاکتورای جنتیک است که مثلا قبلا یک نفر تاریخچه شکر داره، مثلا پدر شکر داشته، مادر شکر داشته، کاکای شکر داشته، این هم یک نقش داره، جمع چاقی و عدم فعالیت فیزیکی، مثلا چاق است فعالیت فیزیکی نداره، ورزش درست نمیکنه، فاکتور جنتیک جمع فاکتور محیطی دست با هم یکی میکنه باعث ایجاد شکر نزد شخص میشه. بله. و نوع سوم شکل گفتم ده که نزد خانم های حامله ایجاد میشه که قبلا هیچ تاریخچه شکر نداره، وقتی حامله میشه در جریان حاملگی باعث بلند رفتن قند خون میشه که ایره به نام دیابتوس induced by pregnancy میگن. تشکر دکتر صاحب. یکی کسایی با دیابت یا مریضی شکر گرفتار شده، کدام نکات مراد نکرده که به این مریضی گرفتار شده؟ قبلا من بر شما گفتم که یکان چیزایی است که در کنترل انسان نیست، مثلا عوامل ژنتیکی، مثلا وراثت، یا در کنترل انسان ها نیست، اما یک تعداد فاکتورایی است که این در کنترل انسان هاست. مثلا اگر یک نفر فعالیت فیزیکی نمیکنه، ورزش منظم نداره، باید ورزش منظم بکنه. اگر تغذیه درست نداره، مثلا به حد غذایی که مواد قندی بیشتر داره، از یوغا زیاد استفاده میکنه، باید یوغا را در استفادهش افراط نکنه، و همچنان بیشتر ترکاری با سبزیجات، میوه‌جات از یوغا استفاده کنه، کوشش بکنن که فعالیت فیزیکی داشته. بله. دکتر صاحب، در قسمت غذا صحبت کردیم، کدام غذا نقشی بهبود کننده یا کاهش دهنده مریضی شکر ایفا میکنه؟ غذاهایی که باعث از این میشه که قند خون بیشتر بالا بره، غذاهایی است که در ترکیبش کربوهیدرات داشته باشن، مثل یان شایسته، مثل برنج یا پلاوی که ما شما میخوریم، خود یعنی کچولو یا بیشتر است، و غذایی که در ترکیبش کربوهیدرات کمتر داره، مثل ترکاری باب، مثل بامیه و یا بخورن، باعث بلند رفتن شکر و قدر نمیشه. بله. آیا میوه‌جات و همچنان سبزیجات نقشی کاهش دهنده بیماری دیابت یا شکر را داره؟ خب قبلا من بر شما گفتم که بیماری شکر نظر به نوش است، کدام نوش است، نوع یک است یا نوع دو؟ در نوع یک خب باید چون وجود انسولین تولید نمیکنه، باید انسولین به شکل زرقی مریض بگیره، مثلا صبح که غذا میخوره باید نظر به غذایش که متخصص به داخله او را تعیین میکنه که باید چند یونیت انسولین بگیره، و همچنان به دیابت تایپ دو که است ما زیادتر کوشش میکنیم که اول با دواهای شکر، یعنی انسولین نمیگیرن بلکه دواهای ضد شکر میگیرن، و جمع با فعالیت فیزیکی و جمع رژیم غذایی مناسب برش توصیه میشه. بله، تشکر. بیاین در مورد این صحبت بکنیم که چه وقت یک بیماری شکر معاینات چشم باید انجام بده. ده. هرگاه اگر یک نفر تشخیص میشه که شکر نوع یک داره، باید معاینات غربالگری یا معایناتی که نزد یک مریض انجام میشه که آیا شکر بالای چشم مزید تاثیر کرده یا نه، باید هر 3 سال بعد انجام شود. مثلا یک نفر که تایپ 1 شکر داره، یک بار معاینه چشم شد تا 3 سال، در صورتی که اگر اعراض علائم نزدش موجود نیست 3 سال بعد میتونه معاینه بکنه. اما اگر یک نفر دیابت تایپ 2 شکر داره، مثلا تشخیص میشه، باید به خاطر معاینه غربالگری که 100% دفعتن باید یک بار پیش دکتر، امی که شکرش تشخیص شد باید پیش دکتر چشمم همزمان بره، در صورت که اگر کدام اعراض علائم نزدش موجود نیست میشنه که هر سال بره
سال به سال یک بار خودم معاینه بکنم. اگر در صورتی که ما بک‌گراند دیابتیک روتینوپاتی یا پری پرولیفراتیو دیابتیک روتینوپاتی استجای است که برای یک متخصص چشم خوبتر معلوم میشه. اگر در صورتی که تغییرات موجود باشه باید هر 6 ماه بعد نزد دکتر چشم مراجعه بکنم. بله تشکر. آیا کسایی که تکلیفی چشم دارن وقتی که به دکتر چشم مراجعه میکنن آیا این ساری بوده میتونه؟ ای از جمله امراضی است که غیر ساری است، یعنی سرایت نمیکنه به شخص دیگر. بله تشکر دکتر صاحب. بیاین در قسمت راههای تداوی و وقایع تاثیر بیماری شکر بالای چشم هم صحبت بکنیم. قبلا مردم آگاهی کمتر داشتن، بسیار از افراد در اجتماع ما و شما امی که مریضی شکر بالای چشماشون تاثیر کردن دچار کوری شد، ولی الحمدلله در اواخر راههای تداوی وجود داره. مثلا یک نفر شکر داره، پشت سر چشمش خونریزی کرده، دید مرکزیش بیخی خراب شده، اصلا دید نداره، نمیتونه که یک متر راه را هم ببینه. اما الحمدلله عالم ما با زرق اوستین که بین مردم عام به نام واکسین چشم مشهور است که با زرق 1-2-3 زرق اوستین ما میتونیم امو اوزایمایی که در ناحیه مکولای چشم است و بیشینن مریض پس دوباره چشمش روشن پاک میشه. البته یک تداوی موقتی است، اما تداوی اصلی از این است باید امو قسمتای از چشم که باعث خونریزی میشه تاست لیزر باید سوزانده شود، مخصوص نواحی ایسکمیک. یعنی فعلا راههای تداوی وجود داره و بهترین راه وقایع برای ازیست که ما از چشمای ما محافظت کنیم که باید شکر ما درست کنترل بکنیم. مریضای شکر یک چیزی که بسیار در اجتماع ما زیاد گمراه کننده است، مریضی شکر درد نداره، به او خاطر چون شکر که درد نداره اکثرا مریضا بهش بی‌تفاوت میشن. به او خاطر وقتی که اگر یک نفر یا یکی از اعضای فامیل شکر میداشته باشه باید معلومات کافی درباره شکر باید برش پیدا شود. مریضی شکر مریضی نیست که یک ماه مریضی باشه و دو ماه مریضی باشه در نهایت یک سال باشه خوب شه. نه، مریضی شکر وقتی که یک نفر مصاب شه تا آخر عمر میباشه. به او خاطر بریزی توجه دائمی کار است، توجه موقتی کار نیست. باید متوجه همیشه باشه، همیشه مریضای شکر حداقل یک کارت شناسایی باید داشته باشه، دونشته باشه که من مریضی شکر دارم. خدای نخواسته این مریضای شکر دچار حمله هایپوگلایسیمی میشه، هایپوگلایسیمی بیمینه که قند خون پایین میفته، اکثرا اول باعث بیولی در نهایت باعث از بین رفتن میشه. به این خاطر به مریضای شکر همیشه توصیه میشه که هم کارت داشته باشه، در کارت نوشته باشه که من فلانی آدرسم فلانی است، مریضی شکر دارم، این دوا را میخورم، و همچنان یا در جیبشان همیشه چاکلیت داشته باشه. در صورتی که اگر دریور است یا اگر کسی است که در یک جای کار میکنه دفتن بیحالی سرش رخ میده و احساس ضعف و عرق سرد، اینه به ایمانه که قند خونش پایین شده، هیچ مشکل نداره، یک چاکلیت از جیبش میکشه میخوره، این باعث نجاتش میشه. همیشه یاد ما باشه که شکر پایین کشنده است، اما شکر یعنی قند خون ما هر قدر که بلند باشه دفتن کشنده نیست. به او خاطر مریضای شکر همیشه متوجه حمله هایپوگلایسیمیا باشه، همی که بیالی میکنه عرق سرد میده دفتن باید در جیبش چاکلیت داشته باشه. بله تشکر دکتر صاحب. در قسمت یکی در مورد دیابت گفتین شما دو تایپ داریم، تایپ اول و تایپ دوم، باز کدام نوعی از این بسیار خطرناک است که میتونه به زودی یک شخص از بین ببره کشنده است؟ من بله، در مجموع بیماری شکر یک بیماری کشنده نیست که دفتن فرد بکشد. شکر یا نه که حداقل توجه نشه. بله، در دو نوع شکر، چی تایپ یک باشه و چی تایپ دو، اگر برش توجه نشود درست، مثلا در تایپ یکش انسولین منظم نگیره و در تایپ دویش هم رژیم غذایی مناسب و هم دوایش توصیه هایی که دکتر سیبا میکنه او رو در نظر نگیره، در دوی ازی باعث ایجاد اختلاط میشه، اختلاط ها باز باعث از بین رفتن نفر میشه. مثلا اگر در چشم اختلاط دیده دیدش از دست میده، اگر بالای قلبش تاثیر کنه خدا نخواسته حمله قلبی میه، فشار بلند خون پیدا میکنه، باعث سکته مغزی میشه. اگر بالای عصبش تاثیر کرده باشه به ایسی طرف دست و پای میداشته باشه، اکثر این مریضا باعث باز دچار زخم پای میشه که باعث از قطع شدن پایشان میشه، خطرناک است. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب. در قسمت ایرم صحبت بکنیم که یک کس هست با مریضی شکر داره و همچنان توصیه هایی را که دکتر گفته او را توان اقتصادیش ضعیف است و نمیتونه که مثلا او دوایی را که برش پیشنهاد است او را بگیره، فنات ناچیزی که داره از استفاده بکنه که حداقل جلوگیری شود از این مریضی، او راهی تداویش چیست؟ در مجموع باید گفته شود که شما هیچ وقت خود به نافهمی نزنین، به نادانی نزنین. وقتی که شما میفهمید مریضی شکر داره
حتما باید پیش دکتر مراجعه کنین، حتما باید معاینه خون شود، سوی قند خون شما تثبیت شود. یک معاینه را مریضای شکر که هر 3 ماه بعد انجام میده به نام HbA1c میگه، باید ببینن که در این 3 ماه گذشته قند خون شما چقدر بلند بوده، تداویایی که گرفتین چقدر موثر بوده. به خاطر بهترین راه همیست که باید پیش دکتر برن. پشت تداوی خانگی در ابتدا نگردین تا زمانی که شما متخصص بر شما سوی قند خون شما و سوی بیماری شما که به کدام شدت روان است تثبیت نکنه، اول باید بهترین راهش همیست. و الحمدلله در تمام کلینیکا، در تمام شفاخانه های ولسوالی، در کلینیکا متخصصین و دکتر صاحبا با این آشنایی داره و دوای شکر بسیار ارزان بای است، بسیار ارزان بای است. و جمع توصیه هایی که دکتر صاحبا میکنن، مثلا رژیم غذایی که مواد قندیش کمتر باشه از او استفاده بکنن، در خوردن غذا بسیار افراط نکنن و همچنان باید امو توصیه هایی که باید فعالیت فیزیکی داشته باشن یا را در نظر بگیرن. بله، تشکر دکتر صاحب. در حال که شما عامل دپارتمنت چشم دمی مورد هستین، در شفاخانه ولایتی تخار چقدر روزانه به می مریضی گرفتار باشه و همچنان برای چشمشان تاثیر داشته باشه به شبه شما مراجعه میکنه و تشخیص و تداوی شما چگونه است در شفاخانه ولایتی تخار؟ متاسفانه قبلا دپارتمنت چشم در حدود از زمان که شفاخانه ولایتی تأسیس شده بخش چشمش خالی بود، متخصص چشم نداشتیم. الحمدلله در حدود 8 ماه یا 9 ماه میشه که ما بخش چشم فعال کردیم. مریضای شکر اکثرا با اختلاطی که در وارد داخلی ما بستر هستن، مریضای شکر باز ما میریم کانسلتیشن، مریضای شکر را بالای بسترشون که معاینه میکنیم. در حدود تقریبا یعنی 100 مریضی شکر، 20-24 مریضی از این تقریبا 24% میشه که ما با دیابتیک ریتینوپاتی یعنی اختلالات مریضی شکر که بالای چشم داشته فعلا دمی 6 ماه ما با این مواجه بودیم. و اکثرا یک تعداد مریضای شکر که در مرحله پیشرفته قرار نداره، در مرحله عادی قرار داره، ما یک تداوی ها را اجابشان میکنیم و یک تعداد مریضای شکر که نزدش تغییرات پیشرفته برش ایجاد شده به خاطر زرق اوستین و همچنان به گرین لیزر و پی آر پی یعنی پن ریتینال فتوکوگلیشن به خاطر لیزر چشما، ایره ما به شفاخانه نور که در پایتخت قرار داره هم رضا به تماس هستیم، مریضا رو ما روان میکنیم و یک تعداد نهادهای شخصی که به خاطر این مریضای شکر که در کابل است که به خاطر گرفتن یک اکسی و سی تی که مثلا در حدود 2,500 روپا میگیره و همچنان یک زرق اوستین یا یک زرق پیچکاری در حدود 10,000 افغانی میگیره، یعنی بسیار کمرشکن است. اما الحمدلله شفاخانه دولتی، شفاخانه نور که ما روان میکنیم، از یک قطع عکس که دیگه جای 2,500 میگیره و 500 و همچنان یک پیچکاری که در چشم دیگه جای در حدود 10,000 تا اینجا در حدود 2,500 پا میگیره و الحمدلله خوب است و ما آرزومند ازی هستیم به اتفاق هیئت رهبری شفاخانه ولایتی و هیئت رهبری وزارت صحت عام جمع محسن سفیدا و بزرگای ولایت کوشش بکنیم ما یک تعداد سامان و وسایل و لوازمی که نیازمند همی مردم است تهیه بکنیم و این دپارتمنت را رونق بدیم تا هیچ حاجت نباشه که یک هموطن ما که از لحاظ اقتصادی ضعیف است نیاز به شوه که بروند به مرکز و دچار مسافرت و مشکلات شود. تشکر دکتر صاحب. بیاین در پایان برنامه توصیه شما را میشنویم برای کسایی که دیابت دارن، چی توصیه لازم را شما پیشنهاد میکنین؟ تشکر بسیار زیاد. من نه تنها برای کسایی که دچار بیماری شکر هستن بلکه به تمام افراد توصیه ما همیست که کوشش بکنین که از سبزیجات، از میوه‌جات بیشتر استفاده بکنین. پشت غذایی که حاوی مواد بیشتر کربوهیدرات هستن و قدر علاقمند نباشین مثل قابل پلاویا، الحمدلله که در وطن ما شما استفاده از نوشابهات الکلی و قدر بیشتر نیست نظر به ممالک دنیا، این هم فاکتور خوب است. و دیگر از دخانیات پرهیز کنین، کوشش کنین که بسیار تبخوش و سرحال باشین. خود خوش بودن بسیار تاثیر مفید بالای تمام اعضای بدن ما شما داره و همیشه اطفالتانه وقتی که به سن مکتب میرسه، سن 6 یا 7 سالگی، قبل از اینکه به مکتب ببرین حتما یک بار معاینه چشم بکنین، چون بسیار از امراض چشم وجود داره که در این سنین قابل تشخیص و قابل تداوی است، از جمله یک شمبایلوپیا یا تنبلی چشم. اگر در همین سنین تشخیص شود قابل وقایه و تداوی خوب است، اگر وقتش بگذره باز فایده نداره. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. تشکر زیاد از برنامه زیبای شما. امیدوار هستم که
تا یک مرهم بر زخم هموطنان ما هم شویم. بخیر شما. و همچنان از شما بینندگان عزیز تلویزیون ملی تخار هم سپاسگزار هستیم که تا این دم برنامه ما را دنبال کردید. این بود داشته های برنامه ما که تقدیم حضورتان گردید. تا برنامه بعدی که فرا می‌رسد و در خدمت شما قرار می‌گیریم، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا امانت می‌کنیم. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.